بیانیه ایشون رو میخونم براتون از روش هم میخونم که بتونید ببینید خودتون بیانیه استاد کاکسن امینی حاکم شهر مردمی کردستان در مورد اهانت به خلفای راشدین در صدا و سیمای کردستان و حکم زندان مولانا فضل الرحمن کوهی و دیگر زندانیان اهل سنت اینو داشته باشید این یکی از علمای خطه بلوچستان نیست خطه کردستان هست سناریوی توهین به مقدسات اهل سنت هر از چندگاهی از سوی مسئولان نهادها و سازمانهای حکومتی بر روی صحنه آمده و تکرار می شود لابد برای ایجاد وحدت و وفاق ملی میان مردم ایران این هزینه های هنگفت معنوی و مادی به آنان تحمیل می شود این یک بار نمایشنامه در صدا و سیمای کردستان به اجرا درآمده و در قلب اهل سنت ایران یعنی کردستان به روح و جان آنان یعنی سه تن از خلفای راشدین جانشینان به حق و پیامبر اسلام علیه الصلاه و اسای ادب گردید که موجب خشم و نفرت همه اهل سنت به ویژه علمای دین و خطبا و جمعه و جماعت منطقه و اکثر تند آنان گردید که در نتیجه به نوبه خود به آنان, در، به آنان تشکر و نموده و به همه آنان درود میفرستم. این صدا حکومت در کردستان و مسئولان آن را مخاطب خود نمی و گمان نمی مسئولان محلی خودسرانه چه نقدامه انجام داده باشند همه می دارند صدا و سیمون تحت نظارت مستقیم رهبری است و رئیسش توسط شخص وی منصوب می شود و حسن و قبه عملکرد آن به او برخواهد گشت اگر رهبری از این اقدامات ضد دینی اطلاع ندارد پس لازم است مسئولین و استانی و مرکزی نظام چنین رخدادهای تفرقه افکنانه و بحرانساز را به وی اطلاع دهند اما اگر از این عمل شنی و جنگ افروزانه مطلع هستند و بدان راضی می باشند به عنوان یک دعوتگر اهل سنت و خادم و مدافع حقوق آنان خطاب بهشون می گویم اتق الله و نگذارید از سازمان تحت سرپرستی و نظارت شخص شما با عناوین شیعه و سنی یا هر دین و مذهبی بذر تفرقه بیشتر از این در میان ایرانیان پاشیده شود و سعی شود آنان را به جان هم بیاندازند ضروری است شخصا یا به نمایندگی از شما از اهل سنت کردستان و ایران عذرخواهی کنم این شیوه رهبران مردمی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته ی جهان امروز می باشد. همچنین نشانه مواضع و مردمداری و موجب مقبولیت و محبوبیت در بین مردم خواهد بود و خلاف آن نتیجه عکس آن داده و خواهد داد بسیار جای تعجب است که مسئولین کشور ما به مسئولان اعتراضات، انتقادات و درخواست های مردم پاسخگو نمی باشند در مقابل آنها این در حالی است که رهبران و نمایندگان راستین اهل سنت ایران و نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی بارها در مورد اهانت صورت گرفته به مقدسات اهل سنت توسط صدا و سیما یا با چاپ کتاب ها و نشریات موهن موهن سخنرانی های روحانیون تشیع و همچنین تبعیض و تضییع حقوق آنان با نوشتن نامه بیانیه ایراد سخنرانی و بعضا در ملاقات های حضوری مسئولین حکومت و حتی رهبر نظام را از این اقدامات خلاف دین و قانون آگاه کردند با این وجود اقدامی عملی و موثری جهت جلوگیری از چنین اقدامات تفرق انگیزانه ای صورت نگرفته است این جانب خطاب به رهبر و سایر مسئولان نظام اعلام می کنم در اسلامی که شما مدعی پیروی از آن هستید جز الله همه ای انسان ها قابل زیر سؤال بردن و بازخواست می باشند الله متعال می فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون از عمل کرد الله سؤال نمی شود و آنان یعنی غیر الله مورد سؤال و بازخواست قرار می دیرند. نکند بعضی از مسئولین مسئولین ما خود را به جای خدا قرار داده و خود را غیر قابل سؤال و نقد بدانند کاکستند. ادامش ای... در مورد مولای کوهی ادامهش آره، ادامش هایش رو میخونم اما تا اینجاش بله. مردونه ما الان داریم یکی از بیانیه های معلوم یک شخص معلوم و حاضر در کشور ایران و به عنوان حاکم مردمی کردستان رو برای شما میخونیم بیانیه رو من کامل خوندم برای اینکه سبک و سیاق اعتراض و انتقاد رو بشنوید بفهمید مقایسه بکنید با بیانات و گفته های مراجع تقلید ما نزدیک به فکر میکنم 17-18 مرجع تقلید در ایران داریم در نجف و عراق و پاکستان اینا رو کار نداشته باشیم فقط در ایران 17-18 مرجع تقلید داریم کم کم 15-16 تاشون توی قوم هستن توی این چهل سال یک نفر از این خمس بگیران تا الان یک بیانیه مثل این دادن که اعتراض بکنن که بگن هر کسی پروردگار و متعال اجازه داده که ما از هر کسی بازخواست بکنیم و از هر کسی سوال بپرسیم